خدا. سلام هموطنای عزیز، آرزو دارم هر کجایی که هستین لباس عافیت وطن داشته باشین، صحت و سلامت باشین. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار گرفتیم. بنده اخیر فقیر فیصل عاصم در خدمت شما. امروز ما آمدیم و با جمع از همکارا تصمیم داریم بخیر بریم به طرف ننگرهار همیشه بهار، و فعلا شما میبینین که ما در دروازه کابل هستیم و از این طرف میریم بخیر به طرف مایپر، سروبی و بازار لغمان. اتفاقاتی که پیش میاد شما ما را همراهی کنین، ببینیم که این ننگرهار همیشه بهار چی قصه ها داره. یکم ملتخوری میکنیم انشالله و یکم مایخوری میکنیم. دیگه همینجا پایان شدیم. یک بازار خوب پر جمع جوش هم شما اینجا میبینین که هموطنهای ما دکانک های بسیار منظم جور کردن، یکم اجناس هم میفروشن، یعنی خوراکباب زیاد است. یک تعداد که بیاید چای صبح نخورده اینجا یک دمراستی میگیرم و تو پیش میره. پس شما ما را همراهی کنین سفر کابل تا ننگرهار. ما در خدمت شما هستیم، امید یک برنامه خوب خدمتان تقدیم کنیم. به به دوستان عزیز، عجب یک جایی آمدیم، واقعا دیدنی است. چی منظره مقبوله. نمیفهم ارتفاعی کوچه قدر باشه، اما واقعا دیدنی است. من این لحظه هم میترسم وقتی به این پایین نظر میکنم که خیلی اگر دیگر نمیفهم 200 متر عمقش باشه یا 300 متر باشه، چشمه هم یال دور میخوره و همی زیبایی من هم محو خود ساخته. دوستا همیجا یک تعداد هموطنهای ما آمدن عکس میگیرن، نمیفهم طرف کابل رونده هستن یا طرف ننگرهار. از خارج آمدن یا امیجا زندگی میکنن. صحبت ها رو امروز اینا می داشته باشیم و ببینیم یک اول پرسی داریم، شما هم بیننده باشید. دوستای عزیز، هنوز هم در مسیر شارای کابل جلال آباد هستیم و سایه ماهیپر و دو قهرمان کوچک اینجا میبینیم که لباس ترافیکی به تن دارن و هر دو در یک گولایی بسیار خطرناک ترافیکی میکنن یا موترار رهنمایی میکنن. بیاین که با این دو عزیزم میگذشتیم، گفتیم بیاین که از اینا هم بپرسیم که این رفیقای ما رسمی هستن یا غیر رسمی هستن. سلام. سلام، خوب هستین؟ خوب هست جان جور، هست خوب هست. خسته نباشی؟ نه نباشم. خب این لالاگکت هست؟ نه، رفیقت هست؟ اندیوالیم هست. اندیوال، اردو اندیوالا، اردو ترافیک کوچک، خوب هستی؟ ما فارسی نمیفهمم. خب این رفیق ما خب بیخی فارسی نمیفهمه. خب حال شما لباس های ترافیکی پوشیدین هر دویتان؟ نه، همون جستاج میشم بس ترافیکی میکنیم. خب رسمی استین یا غیر رسمی؟ نه غیر رسمی استیم. آفرین. میشه نامت برای ما بگویی؟ نام عبدالرشید است. عبدالرشید جان چند ساله هستی؟ آقا 11 ساله. 11 ساله. رفیقت چی نام داره؟ آقا حضرت الله. حضرت الله جان، حضرت الله چند سال هستی؟ سوکلنی. چند؟ 12. خب 12 ساله و 11 ساله. خب دایی سردی شما چطور استاد هستین؟ آفرین به همتتون. دوستا ببینین واقعا همینجا من خودم کمی لحظه استاد هستم، همین سردی هوا رو میبینم 5 دقیقه تحمل کردن نمیتونم. اما این دو قهرمان که حتما یک ضرورت هم دارن دیگه، خب طبعا کار میکنن دیگه. از خانه کجاست؟ کجا زندگی میکنین؟
آقا دغه پولچرخی زندگی میکنم. خو از پولچرخی ارزو تو اینجا میایین؟ او از هر صبح آمد. در موتر میرین یا پیاده؟ نه در موتر میرین. خو مکتب هم میرین؟ نه مکتب آقا رخصتی است. خو مکتب رخصتی است. مقصد درس میخوانین دیگه. او آفرین. نمیترسین در این مسیر که شما ترافیکی میکنین موترها که دور میخوره خب بسیار خطرناک است. بیا بلد شده؟ نمیترسین نه بدل بلد میشیم. بلد میشیم یعنی بلد هستیم. آفرین به همتتان. روز چند کار میکنین بازی جا؟ این موترها یک تیر میشه براتون پیسه میته دیگه. او یک آقا رسید شخصی موتر رسید یا لزگون شلگون نچه. اینا برو شکر دیگه. باز اردوگاه که تون پیاده پیاده میرین یا دیگه موترکا میرین؟ نه لدی خو مندی والا نزی به موتور که ورسر زوکا یا نور موتور هم لازی بیازی به. آفرین. ببین دوستا امی جذبه اینمی بچه وطن خو من میگم هیچ خارجی هم نداره. در می سن سال یقین به خدا کنین که اینمی افغانای ما را امی جذبهش امی همتش امی غیرتش یعنی واقعا دیگه خودتان همین لحظه که من میگم درک میکنین نداره کسه. این نمیست که افغان ها کسن اما تو یک مردم های خیلی با اراده و با تو چی میگن عالی هستن خاص هستن دیگه. تشکر خیباش که ما مزد خود ادا کنم دوستا بخاطر از اینکه این دو عزیز ما از مسیر را اینه پینجا از خودت پینجا هم از خودت صحیح است انشالله. خوب است. آفرین به همتت به غیرتت به ای که کار میکنی. ما میخواییم برای اینا یک لقب بتوم یا خطاب کنم برشون که کوچکترین ترافیکای افغانستان. تشکر قهرمانا مرد ستانه. دستکایشان گرم از باز. آفرین برین دیگه موفق باشین. همتنای عزیز بیشتر میریم ببینیم با چی اتفاقات دیگه سر میخوریم. واقعا برای ما متعجب کننده بود. تا پایان این برنامه ما را همراهی کنیم. مردم وطن یک چند دقیقه پیتاو کردیم در این بغلک تان رسیدیم به بند نقلو جای بسیار دیدنی و این تان کن فکر میکنم که از امو رژیم های سابق از زمان جنگ ها باقی مانده و جای بسیار بلند جای دیدنی است. بیشتر دوست های ما اینجا میان عکس میگیرن یک عکس یادگاری. در افغانستان خب معمول از دوست ها که میان یک عکس میگیرن اترام میزنن مویارام شانه میکنن که یک کمک هم در عکس چی میگن خوشبوی و هم مقبول معلوم شوند. باش که این رفیقای ما ببینیم که از کجا آمدن منزل زدن تا اینجا خود رساندن. جوانای بسیار همه تو
خوشتیپ سلام بخیر هستی بخیر خیرت است خسته نباشی زنده باشی خوب هستی بخیر و برکت ببین بیا عزیز خودت هم خوب هستی بخیر سلام خوب هستی بخیر جانان جور است بخیر هستی خب اول نامتان رو بگوین از کجا آمدین کدام طرف رونده هستین بخیر نام ما زبیر از کابل آمدیم ماهی خوردن یک چکر آمدیم دمی روز شنبه شوق ماهی سرتون زده شوق ماهی سر ما زده از بند نخلو میخورین یا میرین بخیر طرف جلال آباد از بند نخلو ماهی میخوریم باز اگه شو شد جلال آباد میریم اگه نشد پس میریم طرف کابل بچه های کابل هستین دیگه نه اصل بچه های لغمان هستیم بچه های لغمان شمالی از هر طرف اندیوالا هستیم آمدیم بودو باش کابل بودو باش کابل است اینی دو ساکی بند نخلوز باز بعدن براتون تصویرشون نشان میدیم که همینجا ماهی وطنی را میگیرن اما تو با مو جذبه اونجا دوستا است و اینجا نوش جان میکنن خوب است امید یک خاطره خوش براتون به جای بونه و از این سفرتون که تا این نقطه آمدین لذت ببرید زنده باش لالا بخیر باش برکت ببینید بخیر باش پیامی عزیزم شنوی میشه که یک پیام دمی دل خود یک گفتنی داشته باشه بگو عزیز دل هیچ گفتنی ندارم این لبخندت کل قصه رو برای ما بیان میکنه برکت ببینی سفر خوش بخیر باشه مهمان ما گمیشین بخیر باشه بیا بریم پایان میریم یک ماهی خوری میکنیم باز تو طرف برو ماهی طرف میریم من بیشتر این قصه رو گفتم اما ما وقت ما کم است اگر نه خیر انشالله در زندگی بود دفعه بعد میاییم باز برکت ببینیم خدا نگهدارتان خدا حافظ دوستا شما چند تصویر از بند نخلو هم ببینین یک عزیز پیدا میکنم که یک دو تا همراه ما قصه کنه بند نخلو میگن که اصل جای ماهی هم همینجا است که از همینجا ماهی را همتا نخت میگیره اینجا بر پخته میکنه در کرایی که همتا دیگه گشنه نشین دیگه دوستایی که دور از وطن هستن یا دور از این محل هستن کیف میکنن خب ما را همراهی کنین توکل به خدا دوستا بیشتر یادآور شدیم که ماهی خدای پاک سر رای ما ماهی را آورد گفتین اگر میخورین خیلی تیار نفرام ببین که جوان وطن در جذبه آورده اما تو فکر میکنیم جیلک های ماهی گفته میشه که آل از خودش پرسان میکنیم که قیمت ها چند است اول نامش پرسان میکنیم نام چیده؟ گلولی جان این مایار از کجا آوردی گلولی جان؟ سی ست از کجا آوردی؟ از بند نخلو؟ و دی نخلو دی خب طول؟ دای پاکستان دی خب ای فارمیس؟ و دای پارمی است خب ای فارمیس او را هم از بند نخلو آورده دوستا ببینید چه خوب مایه های تازه تازه وای وای که تی این میان اگر باش که در قیمتش جور بیم که میشه یک کیلو گک بگیریم یا یک جلک شب بخریم بریم پخته کنیم مجبور ده که سر یک سنگ منگ پخته کنیم ها؟ خب کیلو پسو ده؟ کیلو سل منگ ترازی یا سوشلی خرسو دیر قیمت ده دیر قیمت ده گلولی جانه بسیار قیمت از دوستا خب دوستا سایی ده؟ دوستا و؟ ده یا جل دوستا و واه یا جل دوستا و کمی دری سو پی ما آخری بای بیره او منگ تراغلی دیم دسی دری کلو مایان دی خو دمی دو ست فکر میکنم که جور آمد ما نمیشه میگه بر خود ما قیمت میه خو حالا باش که حالا ما ماهی را بگیریم در کجا پخته کنیم موز حالا امی امکار عزیز ماش میگه که ماهی را بگیریم خو راستی که نمی ما میگم نه این 300 نه که ما 400 هم نه که این 1000 میارزه خالی را در کجا پخته کنیم توکل به خدا بیا ببینیم دیگه یک دفعه سنجش های خود کنیم دیگه بعد از او باز تصمیم میگیریم تشکر از خودت دیر من نه میگه نه خریدی دیگه حال چی بیادر بیا اگر در برگشت تر خوردیم میبریم باز طرف خانه سعیز کلاغه کتون خونام خدا خوب کلاه وطنی است خودتون بچه که خوب در جذبه هستی هموطنهای عزیز پیشتر میریم منزل میزنیم توکل به خدا شما ما را همراهی کنیم